میشه من رئیس ببینم؟ بله بفرمایید. خیلی خوب بفرمایید. سلام. سلام علیکم. من معلم مدرسه پسری هستم که به جرم دزدی آوردنش اینجا. بفرمایید بشین. خواهش می‌کنم. جناب سرهنگ، من به این بچه خیلی علاقه دارم، برای اینکه بچه خوب و با استعدادیه. میخوام از شما خواهش کنم اونو نفرستین زندان. چرا نفرستم؟ پسر دزدی کرده، دفعه اولش هم نبوده، باید تنبیه بشه. منم معتقدم که باید تنبیه بشه. من خودم معلمم و در صورت لزوم شاگردها رو تنبیه میکنم. ولی تنبیه معلم یه محبت و دلسوزی همراه داره و شاگردو اصلاحش میکنه. در صورتی که زندان اثر خوبی روی فرد نمیذاره. ممکنه اثر خوبی نداشته باشه. ولی زندان محلیه که برای اجتماع لازمه. مردم باید از یه چیزی بترسن که به هم تجاوز نکنن. جناب سرهنگ، اجتماع برای اینکه مردم به هم و مال هم تجاوز نکنن، راه بهتری رو میتونه انتخاب کنه. چه راهی؟ راه تربیت و فرهنگ. باید به بچه یاد داد و فهموند که اگه دستشو به آتیش بزنه میسوزه. نه اینکه آتیش رو دستش بزنن که بچه حس کنه آتیش سوزنده است. این حرف شما کاملا درسته. ولی خب عده زیادی هستن که اگر 10 دفعه آتیش روی دستشون بذاری و بسوزن، بازم دستشون رو به طرف آتیش ببرن. اون عده یا مریضن و حس تشخیص ندارن، یا تربیت غلط لاوبالی و خرفشون کرده، و یا اونقدر احتیاج دارن که سوختن براشون مهم نیست. زندان نمیتونه دزدی و فساد رو ریشه کن کنه، ولی فرهنگ میتونه. اگه جامعه وسیله اولیه زندگی مردم رو تهیه کنه و به اندازه کافی مدرسه بسازه، دیگه احتیاج به ساختن زندان نداره. بیایید از این که این بچه رو با یه پرونده و یه پاسبان بفرستید زندان، با من بفرستیدش مدرسه. من و مدرسه بهتر میتونیم به این بچه کمک کنیم تا شما و دارو تدیم. شما حتما بچه دارید، دوستش هم دارید. این بچه بی پدره، خیلی هم فقیره. حتما دیشب همون موقع که بچه های من و شما شکمای سیر تو رخت خوابای گرم و نرمشون خوابیده بودن، این پسر از گرسنگی مجبور شده بود که لقمه نون دزدی کنه. اونم مادرش یه زن گرسنه، فقیر، بدبخت. چه انتظاری میشه داشت؟ من این بچه رو به ضمانت شما آزاد میکنم. امیدوارم همونطور که گفتین بتونیم بهش کمک کنین و اصلاحش کنین. اگه مجددم خطایی ازش سر بزنه شما مسئول هستین. باشه، قبول میکنم. اون بچه رو مرخص کنین. امیدوارم در راهی که پیش گرفتین موفق بشین. متشکرم. اسم شما چیه؟ آینده.